کتاب مسائل کلیدی فلسفه، فایل سوم، ادامه فصل اول. روایت سه بخشی از شناخت. اکنون می‌پردازیم به شیوهی دیگر برای پیوند زدن بین مفهوم حقیقت و مفهوم شناخت. این شیوه واجد یکی از دیرپاترین برداشت‌ها درباره شناخت است که به روایت سه بخشی از شناخت مشهور است. این روایت از شناخت تباری بسیار اصیل دارد. صورتی از آن در یکی از گفتگوهای افلاطون به نام تایتوتوس می آید. در آنجا سقراط و تایتوتوس این نظریه را بررسی می کنند که شناخت یا دانش باور صادق به علاوه دلیل عقلانی است. در این نظریه دانش یا شناخت سه جزء دارد. 1. باور. 2. این واقعیت که باور مذکور صادق است. 3. این واقعیت که فرد میتواند با دلیل عقلانی صدق این باور را نشان دهد. همتای مدرن این نظریه کمی در لفافه زبان فنی پیچیده شده است. روایت سه بخشی از شناخت میخواهد شروط لازم و کافی دانش گزاره‌ای را به دست دهد. منظور از شروط لازم و کافی آن شروطی است که برای آنچه شناخت به حساب میآید مورد نیاز است و منظور از دانش گزاره‌ای چیزی است که در این قالب بیان میشود. الف میداند که ب. در اینجا ب یعنی گزاره یا جمله. دانش گزاره‌ای با شناخت از راه آشنایی فرق می‌کند. در شناخت از راه آشنایی می‌گویم من می‌دانم که الف چون با موضوع شناخت خودم از طریق تجربه مستقیم آشنایی دارم. بنابراین من لندن را می‌شناسم نمونه دانش یا شناخت از طریق آشنایی است. حالان که من میدانم که لندن پایتخت بریتانیا است، نمونه ای از شناخت یا دانش گزاره‌ای. در روایت سه بخشی ادعا این است که شناخت یا دانش گزاره‌ای سه شرط ضروری دارد: توجیه، صدق و باور. به صورت فرمول چنین می شود: الف میداند که ب اگر و فقط اگر، یک، الف باور داشته باشد که ب، دو، ب صادق باشد، سه، الف در باور به ب موجه باشد. چنان که پیشتر دیدیم از آنجا که در دانستن معنای توفیق وجود دارد، شرط دو باید باشد. شاید وسوسه شوید بپرسید که اما از کجا بدانیم چیزی صادق است؟ پرسش معقولی است، اما ربطی به این موضوع ندارد که شرطهای لازم و کافی شناخت چیست. آنچه فعلا در پیانیم پیدا کردن راهی برای اثبات این نکته نیست که آیا ما واقعا چیزی میدانیم یا نه، بلکه میخواهیم بدانیم چه شروطی باید تحقق یابد تا فرد چیزی بداند. پس پرسش این است که دانستن یعنی چه، نه اینکه چگونه میدانیم که میدانیم. شرط یک ظاهرا ضروری است. هرچه باشد خیلی چیزها صادق و توجیه پذیرند، اما اگر به آنها باور نداشته باشیم نمیتوانیم بدانیم که صادقند. این همان اصل استلزام است که بر طبق آن دانش مستلزم باور یا چیزی شبیه آن مثل یقین، اعتقاد یا پذیرش است. اما برخی برانند که دانش و باور با هم منافات دارند. پس باور نمیتواند بخشی از دانش باشد. دست کم سه دلیل برای این نظر وجود دارد. اول اینکه ادعا این است که دانش طبق تعریف خطا ناپذیر است. اگر میدانم نمیتوانم بر خطا باشم، چون اگر بر خطا باشم معنای این سخن به زبان ساده این است که از اول چیزی نمیدانستم. اما باور متضمن امکان خطاست. پس باور و دانش غیر قابل جمعند. این عقیده خیلی قانع کننده به نظر نمیرسد. از آنجا که باور فقط بخشی از شناخت یا دانش است، ظاهرا اشکالی ندارد که معتقد باشیم باور خطا پذیر به علاوه شروط دیگر شناخت یا دانش می شود همان دانش خطا ناپذیر. مثل اینکه بگوییم دستگیره در نمی تواند بخشی از عمارتی اعیانی باشد، چون دستگیره ها ارزانند و عمارت های اعیانی گران. دومین دلیل این است که معانی این دو کلمه با هم جمع نمی شود. نمود این نکته را می توان در این اعتراض آشنا دید: من به این مسئله علم دارم نه باور. اما این را هم میتوان طور دیگری توضیح داد. در چنین گفته هایی مقصود ما صرفاً این است که فقط باور نداریم، بلکه بیش از باور داریم. یعنی نمیگوییم باور نداریم، میگوییم فقط باور نداریم، چیز دیگری هم داریم.
آن را با این جمله مقایسه کنید: ما آنان را نزدیم، نابودشان کردیم. منظور این است که صرف زدن نبود، بلکه چیزی بیشتر از زدن بود و البته زدن هم بود. سومین دلیل این است که چون باور مستلزم عدم یقین و شناخت یا دانش مستلزم یقین است، دانش نمیتواند متضمن باور باشد، چرا که نمیتوان درباره امر واحد در آن واحد هم یقین داشت هم نداشت. اما مقدمات این استدلال مشکوک است. برخی مردم به باورهایشان یقین دارند، گرچه نمیتوان گفت آنها میدانند که آن باورها صادقند. برعکس، به نظر ناممکن نمیرسد که کسی چیزی را بداند اما یقین نداشته باشد. البته این هم ممکن است که دو نفر باوری واحد را با دلیل و توجیهی یکسان صادق بشمارند. حالا اگر از سر اتفاق اطمینان یکی بیش از دیگری بود، عجیب است اگر بگوییم اولی میداند و دومی نمیداند. معلوم نیست که احساس یقین فرد ربطی به دانستن یا ندانستن او داشته باشد. این نکته جالب است، چون طبق سنتی فلسفی که در آثار افلاطون آمده، برای مثال مشخصه شناخت یا دانش حالت ذهنی خاصی است که یکی از ویژگی‌های آن یقین است. طبق این نظر اگر می توانستیم درون ذهن آدم‌ها را ببینیم، آنگاه مثلا در می‌یافتیم که دانستن و باور داشتن دو حالت ذهنی متفاوتند. اما این حرف ظاهراً با عقل جور در نمی‌آید، چون اینکه کسی چیزی را می‌داند یا نه باید بیشک دست کم تا حدی بستگی به این داشته باشد که در عالم خارج چه چیز صادق است. یعنی دانستن مستلزم صدق چیزی است، هم خارج از ذهن هم درون ذهن. پس فقط کافی نیست بگوییم که به حالت ذهنی خودتان نگاه کنید تا ببینید میدانید یا نه، بلکه باید همچنین بدانید که در جهان خارج هم صادق است. علاوه بر دو اصل استلزام و منافات، اصل تفکیک پذیری هم وجود دارد. طرفداران این نظریه تا آنجا پیش نمی روند که بگویند دانش و باور منافی همند، بلکه مدعیند که می توان آن دو را از هم تفکیک کرد. معنای این سخن می تواند این باشد که باور نمی تواند بخش ضروری شناخت یا دانش باشد. این موضع مبتنی بر این نظر است که برای آن که ببینیم فرد چیزی را می داند یا نه، باید ببینیم آیا می تواند به پرسش هایی که درباره آن پرسیده می شود پاسخ درست دهد یا نه، و آیا می تواند آن دانش را عملا به کار ببرد یا نه، و قص الهازا. حالا شاید کسی از عهده تمام این کارها براید، ولی هنوز هم فاقد این باور باشد که واقعیت های مورد بحث را می داند. مثلا دانش آموزی را در نظر بگیرید که اصرار دارد نمی داند و معلمش می گوید می دانی، امتحان کن. دانش آموز میگوید نمیداند، فقط حدس میزند. معلم میگوید درست است، میبینی تمام مدت میدانستی. این برداشت عجیب به نظر میآید، چون آدم معمولا ادعا نمیکند چیزی میداند مگر آنکه به آن باور داشته باشد و تقریبا از آن مطمئن باشد. اما شاید این ادعای متناقضی نباشد که بگوییم آدم ممکن است در این ادعا که چیزی را میداند موجه نباشد و در این حال آن را بداند. برای آنکه الف بگوید میدانم، باید باور و یقین داشته باشد، اما برای آنکه الف میداند صادق باشد، این شروط به کار نمی آید. مؤلفه سوم روایت سه بخشی، یعنی اینکه باور صادق موجه باشد، احتمالاً از همه مسئله سازتر است. پرسش اصلی این است که توجیه منوط به چیست؟ مردم ادعای دانستن خود را به انواع و اقسام شیوه ها موجه می کنند، گاه به شیوه های خوب، گاه به شیوه های بد. گرچه این موضوع آشکارا مشکل آفرین است، اما چه بسا با اهداف فعلی ما بی ارتباط باشد. اگر بنا باشد در موارد خاص تصمیم بگیریم که آیا می دانیم که به یا نمی دانیم، در هر مورد لازم است بدانیم که آیا به خوبی موضعمان را موجه کرده ایم یا نه. پس برای آن که بدانیم که می دانیم، باید مطمئن شویم که توجیه ما درست است. اما در این بخش موضوع بحث ما دانش یا شناخت به معنای کلی آن است. پس فقط در اینجا باید ببینیم که آیا توجیه اساساً لازم است یا نه. اینکه چه نوع توجیهی لازم است سوالی است که بعداً میتوان پرسید. مخالفت با روایت سه بخشی. بسیاری به روایت سه بخشی از شناخت یا دانش خورده گرفتند، به این ترتیب که نشان دادند نمونه‌هایی وجود دارد که در آنها
دانش همان باور صادق موجه نیست. مثلا در یکی از داستانهای کوتاه دی اچ لارنس، کودکی است که بارها و بارها به درستی پیشگویی می کند که کدام اسب برنده می شود. در این مورد گرچه چیزی باور آن کودک را موجه نمی کند، اما حق با اوست. پس ظاهراً بدون توجیه هم می توانیم دانش داشته باشیم. این مثال را از مایکل پراتفوت وام گرفتم. پاسخی که می توان در برابر این نقد داد این است که این دانش موجه است. فقط این مسئله وجود دارد که توجیه، یعنی همین موفقیت مکرر کودک در پیشگویی در بار اول وجود ندارد. اینکه توجیه از نظر زمانی بعد از دانستن است به این معنا نیست که توجیه وجود ندارد. درست است که تا وقتی توجیه پیدا نشود نمیتوانیم ادعا کنیم که آن پسر میداند، اما به هر حال توجیه که وجود دارد. اشکال این پاسخ این است که اگر او فقط یک بار پیشگویی کرده باشد، آن وقت در آن یک بار توجیهی در کار نبوده است و بدون توجیه هم اصلا نمیتوان گفت که او میدانسته است. اما اگر کودک شناخت داشت از پیشگوییش که به دنبالش اتفاقا پیشگویی‌های دیگری آمدند، آن وقت میتوانستیم بگوییم که اگر پیشگوییش مثل اولین پیشگویی این رشته پیشگویی‌ها می بود، بدون آنکه پیشگویی‌های بعدی در کار باشد، در آن صورت او در مورد این تک پیشگویی هم مسلماً واجد شناخت محسوب می‌شود. اما این مسئله که آیا او می‌داند یا نه، مطمئناً بر اساس آن چیزی تعیین نمی‌شود که بعد از پیشگوییش رخ داده و پیشگوییش به وقوع پیوسته است. اینکه کسی چیزی را می‌داند یا نه، به ارتباط میان امر واقع و فرد داننده مربوط است و نه به غیر آن. این مثال این امکان را مطرح می کند که شناخت یا دانش بدون وجود یکی از آن سه شرط روایت سه بخشی هم می تواند وجود داشته باشد. ادموند گوتیه با آوردن بعضی مثال های نقض نشان می دهد که چگونه ممکن است حتی با وجود هر سه شرط باز هم دانش وجود نداشته باشد. فرض کنید دو نفر با نام های بلیپ و بلاب برای کار واحدی درخواست دادند. بلیپ بر این باور است که بلاب در جیبش 10 سکه دارد و استخدام خواهد شد و این باورش را هم می تواند موجه سازد. بنابراین با یک منطق ساده می گوییم او در این باور خود موجه است که کسی که استخدام می شود در جیب خود 10 سکه دارد. از قضا بلیپ هم 10 سکه در جیبش دارد و استخدام هم می شود. با این فرض که بلیپ به خطا فکر میکرد بلاب استخدام میشود و نمیدانست که خودش 10 سکه در جیبش دارد، ظاهرا نامعقول است بگوییم که او میدانست کسی که استخدام میشود 10 سکه در جیب دارد. با این حال این چیزی بود که او باور داشت و باورش هم موجه بود هم صادق. پس ظاهرا میشود باور صادق موجه داشت و در عین حال دانش یا شناخت نداشت. یک پاسخ روشن به گوتیه این است که مثالهای او توجیهایی را در بر می‌گیرد که نامناسبند. اما مسئله این است که اگر بخواهیم به او با مشخص کردن شروط و لوازم توجیه پاسخ بدهیم، با یکی از این دو خطا روبرو می‌شویم. یا چنان مقتضیات سفت و سختی برای توجیه قائل می‌شویم که امکان هر نوع دانش و شناختی از بین می‌رود، و یا تا رسیدن به آن مقتضیات بسیار سفت و سخت مثال های نقض دیگری پیدا می شود. مثلا اگر مدعی شویم که شناخت و دانش مستلزم گونه ای توجیه است که صدق گزاره ها را تضمین کند، آن وقت در بهترین حالت فقط می توانیم به حقایق ضروری منطق، تعریف و ریاضیات دانش پیدا کنیم، چون هیچ یک از شناخت های تجربی از جهان بدان گونه موجه نیستند که صدقشان را تضمین کنند. حل مسائلی که گوتیه طرح می کند به شکل آزارنده‌ای دشوار است. مثلا می توانیم بکوشیم به آن سه شرط روایت سه بخشی شرط چهارمی اضافه کنیم که به اهمیت علیت توجه دهد. 4 ب علت باور الف به این گزاره است که ب صادق است. در مثال بلیپ و بلاب، بلیپ شناخت نداشت، چون آنچه علت باور صادق موجه او بود صادق بودن باورش نبود.
ایرادی که به این سخن گرفتن این است که این نکته روشن نیست که آیا اساساً امر واقع یا گزاره از سنخ چیزهایی است که آنها را علت می‌شماریم یا نه. امور واقع و گزاره ها واقعاً علت چیزی نیستند. ایراد دیگر در قالب مثال نقض آلوین گولدمن مطرح می‌شود. فرض کنید سم در خیابان با جودی روبرو شود و به درستی بر این باور باشد که او جودی است. اگر او خواهر دوقلوی جودی یعنی ترودی می بود، او ترودی را با جودی اشتباه می گرفت. حالا آیا سم می داند که او جودی است؟ از آنجا که این امکان به جد وجود دارد که آن کسی که سم دیده چه بسا ترودی باشد نه جودی، می توان منکر این شد که سم در این مورد دانش دارد. در این مثال سم در باور صادقش درباره جودی موجه و جودی علت این باور است، اما سم نمی‌داند که او جودی است چون در باور او شانس بسیار دخیل بوده است. اگر او ترودی بود با سم چه بسا خیال می‌کرد که او جودی است و این نشان می‌دهد که او واقعا نمی‌داند چه کسی را دیده است، فقط شانس داشته است. در اینجا آن سه شرط روایت سه بخشی به علاوه شرط چهارم یعنی شرط علت وجود دارد ولی باز دانش وجود ندارد. ویژگی عجیب این نوع بررسی این است که وقتی می‌خواهیم درباره خوب یا بد بودن مجموعی از معیارهای شناخت یا دانش قضاوت کنیم، انگار از قبل می‌دانیم که دانش چیست. مثلا با اطمینان می‌گوییم که سم نمی‌داند این جودی است، اما از کجا می‌دانیم که او نمی‌داند؟ از آنجا که می‌دانیم دانش یا شناخت چیست و می‌دانیم که دانش یا شناخت این نیست. می‌توانیم مفهوم دانش یا شناخت را به کار ببریم و می‌دانیم چه وقت کاربرد آن درست است. با این حال ظاهراً هنوز هر تلاشی برای تعریف آن منجر به شکست است. شاید دلیلش این باشد که شناخت تعریف ناپذیر است یا دست کم شروط دقیقی که کاربرد درست آن را تعیین کند در اختیار ما نیست. شاید دانش یا شناخت مفهومی اولیه است، یعنی مفهومی چنان پایه‌ای است که نمیتوان با واژه‌های ساده‌تر از آن تعریفش کرد. ویتگنشتاین ادعا می‌کرد که وقتی می‌گوییم معنی واژه‌ای را می‌دانیم، یعنی می توانیم آن را درست به کار ببریم حتی اگر نتوانیم تعریف شسته رفته ای از آن به دست دهیم. مثلا کلمه بازی را در نظر بگیرید. بازی ها ویژگی های بسیار متفاوتی دارند. مثلا بازی ها همه برنده و بازنده ندارند. همه بازی ها تیمی نیستند. همینطور رقابت یا سرگرمی صفت مشترک همه آنها نیست. پس ارائه دادن تعریف از بازی بسیار سخت است. با آنکه تقریبا همه ما نمیدانیم که تعریف بازی چیست، اما میدانیم بازی یعنی چه. علتش این است که در کاربردهای متفاوت بازی یک شباهت خانوادگی وجود دارد که میتوانیم آن را تشخیص دهیم و همین باعث میشود بتوانیم این واژه را درست به کار ببریم. اگر حق با ویتگنشتاین باشد، ما بر خطایی مگر خیال کنیم باید به دقت معلوم کرد دانش یا شناخت چیست. ما میدانیم چگونه واژه دانستن را به کار ببریم و از قبل معنای شناخت یا دانش را میدانیم. این نوعی بیماری فلسفی است که به ما میباوراند نمیدانیم. شکاکیت و شناخت. شاید سخن ویتگنشتاین مایه تسلای کسانی شود که احساس میکنند فلسفه این قدرت را از ما میگیرد که به یاد آوریم قبلا چه میدانستیم. اما ممکن است برخی بگویند مسئله عمیق‌تر از ناتوانی در پاسخ دادن به ایرادهای گتیه است. به نظر شکاکان مسئله اصلی این است که ما اصلاً دانش شناختی نداریم، نه اون که نمیتوانیم آن را تعریف کنیم. تفاوت مهم میان شکاکیت معمولی و شکاکیت فلسفی این است که شکاکیت معمولی دو منبع شناخت را از هم متمایز می‌داند. یکی منبع قابل اعتماد مانند علوم معتبر و دیگری منبع غیر قابل اعتماد مثل طالبینی‌های روزنامه‌ها. اما شکاکیت فلسفی به طور کلی اعتبار تمام شناخت و دانش بشری را زیر سوال می‌برد. به این ترتیب شکاکیت فلسفی کل دانش را به یک چشم می‌بیند. اما چه دلیلی داریم که چنین موضع بدبینانه و بنیان براندازی را قبول کنیم؟ در دفاع از شکاکیت استدلال‌های زیادی اقامه شده است، اما همانطور که ای جی ایر بارها اشاره کرده است، صورت اصلی بیشتر استدلال‌های شکاکانه مثل هم است. این استدلال‌ها با طرح این پرسش شروع می‌شود که
چه چیز باعث می شود اطمینان ما در صادق بودن یک باور یا گزاره‌ای خاص توجیه شود و بعد از آن استدلال کننده نشان می دهد که چنین توجیهی اصلا ممکن نیست. مثلا شاید گمان کنیم اطمینانی که ما به گزاره های بدیهی داریم موجه است، چون آنها به توجیه دیگری نیاز ندارند. خودشان را موجه می کنند. گزاره های 2 به علاوه 2 مساوی 4 یا همه عذب ها مجردن از این دستند. اما همچنان شکاک می تواند استدلال کند که حتی در این موارد هم نمی تواند صدق گزاره ها مطمئن بود. در این موارد ما به درکی شهودی تکیه می کنیم، مبنی بر اینکه گزاره های مذکور قاعدتا باید صادق باشند. اما آیا شهودهای ما قابل اعتمادند؟ وقتی رویا میبینیم به آنچه میبینیم اطمینان داریم، همانها که بعداً میفهمیم آشکارا کاذبند. نکند دیوانه هایی هستیم که هم به صدق بدیهی برخی امور محال اعتقاد راسخ داریم و هم به کلی از دیوانگیمان بیخبریم؟ نکند مثل کسانی باشیم که شستشوی مغزی شدند یا به خواب مغناطیسی فرو رفتند تا چیزهایی را به طور بدیهی صادق بدانند که در حالت عادی نمیدانستند؟ چنان که به زودی میبینید، شکل کلی استدلال‌های شکاکان از همان الگویی پیروی میکند که آنان وقتی به کار میبرند که میخواهند به پایه‌های باورهای ما در تجربه حسی بپردازند. شکاکان با ثابت کردن اینکه دانش یا شناخت ما فاقد شالوده مطمئنی است، به طور کلی احتمال شناخت را اگر نگوییم ناممکن مسئله دار میدانند. فرد شکاک در مقام بررسی نحوه استفاده از عقل برای کسب دانش درباره جهان نیز همین مسیر را طی می‌کند. شکاکان به پیروی از هیوم کار نقد خود را با این بیان آغاز می‌کنند که تمام استدلال‌های ما درباره جهان صورت استقرایی دارد. اما همانطور که دیدیم، استدلال‌های استقرایی صدق نتایجشان را تضمین نمی‌کنند. یعنی هرگز نمی‌توانیم از صدق نتایجی مطمئن باشیم که با استدلال استقرایی به دست می‌آید. بنابراین باز امکان شناخت یا دانش مورد تردید قرار می گیرد. اگر این سه مسیر شکاکیت را به هم وصل کنیم، نتیجه نفی هر نوع شناخت یا دانش است. چون نه می توانیم از صدق گزاره های بدیهی مطمئن باشیم، نه می توانیم مطمئن باشیم که آنچه ادراک می کنیم وجود دارد و نه می توانیم مطمئن باشیم که نتایج استدلال های ما درباره جهان درستند. در یک کلمه، از هیچ چیز نمی توان مطمئن باشیم. نقادان شکاکیت کم نیستند. مثلا گیربرت رایل میگوید شکاکان با انکار وجود شناخت، شناخت قطعی و یقینی را از هر معنایی توهی میکنند. او برای سخن خود از تمثیل سکه های تقلبی استفاده میکند و میگوید مفهوم سکه تقلبی وقتی معنادار است که سکه اصل وجود داشته باشد. اما شکاکیت فلسفی بر تمام شناخت مفروض بشری برچسب سکه تقلبی میزند. اما ظاهرا اگر شناخت واقعی و صادق وجود نداشته باشد که معیار اصل از تقلبی باشد، سخن گفتن از شناخت تقلبی معنایی ندارد. جهل به طور ضمنی میفهماند که علم هست. پس اگر منکر وجود هر شناختی شویم، جهل از معنای خود تهی میشود. در پاسخ می توان استدلال کرد که شکاکان نمی گویند هیچ چیز صادق نیست. برعکس، ادعای آنان این است که نمی توان صدق و کذب را از هم تشخیص داد. دانجا که به بحث ما مربوط می شود، معنای ادعای آنان این است که هرگز نمی توان مطمئن بود که شناخت داریم. البته هنوز هم می توان اعتراض کرد. اگر به همان تمثیل سکه برگردیم، می توانیم بگوییم که اگر ابزاری برای تشخیص سکه‌های تقلبی از اصل نداشته باشیم، آیا تمایز میان اصل و تقلبی بی‌معنا نمی‌شود؟ این بحث آن نکته‌ای را تقویت می‌کند که قبلاً درباره تفاوت میان شکاکیت معمولی و فلسفی مطرح کردیم. شکاکیت فلسفی که چکیده‌ای از آن را به دست دادم، به مدد تجربه موجه نمی‌شود. دانشمند علوم تجربی می‌تواند با عرضه شواهد تجربی نظریه‌ای را مورد شک و تردید قرار دهد، اما فرد شکاک نمیتواند با عرضه شواهد تجربی اصل وجود جهان را زیر سوال ببرد. شکاکان به این میپردازند که از شواهد تجربی کلن چه کاری برمی آید یا بر نمی آید و کاری به این ندارند که آیا این یا آن شاهد و مدرک تجربی خاص میتواند شناخت ما را زیر سوال ببرد یا نه.
شک فراگیر شکاکان همه شواهد را مورد اتهام قرار می دهد، نه فقط آنهایی را که ظاهراً ما را گمراه کرده است. پس اصولاً شکاکان استدلال خود را بر تجربه بنا نمی کنند، بلکه آن را بر این فرضیه مبتنی می دانند که معیارهای برهانهای ما برای اثبات چیزی منطقاً ناقص است. شک شکاکان ریشه در جستجوی یقین دارد و در این اعتقاد که چنین یقینی به دست آمدنی نیست. آنان جزء اصلی نظریه شناخت را جستجوی یقین می دانند و اینکه بدون یقین نمی توان دم از شناخت زد. پس فرد شکاک برای اینکه ادعای شناخت را از میان بردارد، ظاهراً کافی است یقین را از میان بردارد. همین است که به نظر می رسد شکاکیت را تبدیل به امری گریزناپذیر می کند. اما به گفته ایر، زمانی می توانیم شک داشته باشیم که احتمال خطا وجود داشته باشد. شاید مسئله همین باشد. مفاهیم بسیار متفاوتی در شبکه شکاکیت در هم تنیده شدند. اولین مفهوم دانش یا شناخت است که درباره رابطه بین فرد شناسا و اطلاعات یا امور واقع است. دومین مفهوم یقین است که در کاربرد اولیه‌اش بیان کننده یک حالت ذهنی است. می توان گفت این یقینی است به جای آن که بگوییم من یقین دارم، و بنابراین دیگر بیان یک حالت ذهنی نیست بلکه کاربرد دیگری از مفهوم یقین است. مفهوم بعدی شک است که آن هم حالتی روانشناختی است. نکته این است که یقین، شناخت و شک هر سه مفاهیمی کاملا متمایزند. به نظر نمی رسد سخن متناقضی باشد اگر مثلا بگوییم چیزی می دانیم و در این حال به آن یقین نداشته باشیم. همینطور می توانیم به چیزی یقین داشته باشیم اما به آن شناخت نداشته باشیم، چون ممکن است در یقینمان بر خطا باشیم. پس نکند شکاکان و نیز مخالفان آنان وقتی مفاهیم یقین و مسئولیت از شک را به مفهوم شناخت آنچنان سفت و محکم گره می زنند اشتباهی اساسی کرده باشند. این راه هم هست که با رد روی کرده مبناگروانه به شناخت جواب شکاکان را بدهیم. شکاکیت کارش را با سست کردن بنیانهای شناخت ما آغاز می کند، اما اگر تصوری عملگرایانه، سازگار و همخوان یا ابزارنگارانه از شناخت یا دانش داشته باشیم، آن وقت شاید بتوانیم خودمان را از چالشی کنار بکشیم که شکاکان پیش می کشند. اگر شناخت ما بنیانی برای سست کردن نداشته باشد، ضربه شکاکان خونسا می شود.